یکی از کسانی هستی که از اسلام به مسیحیت گرویده و او میخواهد در مورد آزار و اذیت مسیحیان در ایران صحبت بکنه و او اکنون در سوئیس هست. من همجور که گفتن یک منشه مسیحی من ایرانی هستم که به مسیحیت گرویدم و من سعی میکنم راجع به آزار و اذیت مسیحیان صحبت بکنم. شما فکر میکنید که چه کسانی بیشتر تحت فشار هستن؟ اونها مسیحیان هستن. پنج کشور بیشترین در واقع میزان آزار و اذیت مسیحیان رو دارن. ما در دهه‌ها صد قرن‌ها هستش که تحت فشار هستیم. میلیون‌ها مسیحیان زندگیشون رو به خطر میندازن در پناهگاه‌های پناهندگی زندگی میکنن، در اردوهای پناهندگی زندگی میکنن، زندگیشون در خاورمیانه بهترین مکان برای مسیحیت، برای اینکه خب خود مسیح از اونجا منشأ میگیره، ولی الان تعداد خیلی زیادی از اونها کم شدن. یکی از هر 25 نفر الان در اونجا هست. در 50 سال اخیر و خصوص جامعه مسیحیت به خصوص در عراق و سوریه خیلی تحت فشار قرار گرفتن. اونها رو در واقع میکشن، اونها رو تحت فشارهای مختلف قرار میدن، به خیلی موقع شکنجه میشن توسط داعش، اونها رو تحت بزرگترین فشار میاره. موسل یکی از این مراکز هستش که خب این وضعیت براش حاکم هست. بسیاری از آثار کلیساها و بسیاری از مراکز فرهنگی دیگر نابود شدن در اینجا. این خودش یک نشانه ای هستش که اگر کسی دینش رو عوض بکنه تحت فشار قرار میگیره. اونها میشه گفتش که نسل کشی یزیدی ها رو در عراق داشتن. اونها بین کشتن و اینکه تغییر مذهب به اسلام و به هر حال برده شدن گفتن که خب یکی رو باید انتخاب بکنیم. من به کشورهای میشه گفته اونا با اینکه جنگ داخلی هست تحت فشار هستن. اگر کسی از دین اسلام به مسیحیت یا هر دین دیگه تغییر بده دینشو تحت فشار بسیار زیادی قرار میگیره. خیلی موقع این تغییر دین به عنوان ارتداد شناخته میشه و به خاطر این در اسلام اگر کسی مرتد بشه میشه جانش رو گرفت. بعد از انقلاب ایران در سال 1979 دولت سعی کردش که کلیساهایی که هستش محدود بکنه و تعداد از کلیساهایی که فارسی زبان بودن بسته شدن و
ایرانی با آیت الله ایران گفتند که باید این در واقع این کلیسای خانگی تهدیدی هستند برای اسلام برای و مسلمانان جوان و خب در تمام کشور تحت فشار قرار گرفتن در خاطر اینکه در خانه هاشون اونها کلیسا داشتن از 2015 یک مطالعه در مورد دانشگاه سن مارین نشون میده که شاید 500 هزار مسیحی نو مسیحی در واقع ایران باشند و برها به نظر میسه بیش از هر دین دیگه ای افزایش پیدا میکنه در سال اخیر. در سال 2013 حسن روحانی که معتدل به حساب میاد به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و او گفتش قول دادش که خب به تسهیلات برای همه ادیان قائل بشه ولیکن کماکان ادامه داره این در واقع تبعیضات و حتی میشه گفت افزایش پیدا کرد. در واقع جمهوری اسلامی ایران تحمل نمی کنه صداهای دیگر رو. بر مبنای گزارش احمد شهید در مورد گزارشگر ویژه قبلی ایران اینکه بتونن مسیحیان اقدامات خودشون رو بکنن تا حد زیادی در واقع کنترل میشه و حتی در کلیساهاشون دوربین هست. یکی از کسانی که الان زندان هست مریم زرگرانه که کسی که به مسیحیت گراویده و به هر حال اون داره چهار سال از زندانش رو میگذرونه به خاطر برنامه‌ریزی‌های مذهبی. او از شرایط بد سلامتی به خاطر دو تا قضایی که هست به سر میبره. او به هر حال به خاطر این شرایط در سال 2015 تا 2016 او برای درمان رها شد ولی که در هر دو مورد او برگشت به زندان بعد از قبل از اینکه کاملا بهبود پیدا کنه. آزادی مذهبی با ارزشه ولی متاسفانه خیلی در خیلی از کشورها تامین نمیشه این مسئله ارزشمند. ما باید به هم دیگه کمک بکنیم با این کسایی با دینهای مختلف با تاکید بر روی کلمه خداوند. من در پایان میخوام که خیلی ممنون آقای